برای خط داستانی فصل دو زخم کاری دو تا تئوری دارم که دومی مغزتون رو منفجر میکنه، چون مغز خودم هم منفجر شد. سلام، خیلی مخلصیم. بدون حرف اضافه بریم سراغ پیشبینی فصل دوم زخم کاری با کلی فکت جور و جور از فصل گذشته و تیزرهایی که جدیدن از فصل دوم اومده بیرون. اگر آماده ای لایک به چشم بسته فراموشت نشه و با هیجان بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. همین ابتدای کار مشخص کنیم که آقا مالک تو فصل دوم زنده است یا مرده. پس با دقت گوش بده، 4 تا فکت میخوام بهت بگم از زنده بودن مالک. فکت اول، وجود این دختر پیشگو تو فصل دوم، چون اگه خاطرتون باشه تو فصل اول تمام تقابلاش با مالک بود نه کاراکتر دیگه. پس اگر قراره که نیوشا علیپور تو فصل دوم بازی کنه که این بازی رو انجام داده. فکت دوم، دقت کنید این عکسی که جدیدن اومده بیرون با پلان آخر سریال متفاوته. مالک تو پلان آخر سریال رو به شکم افتاده بود، اما اینجا برعکس افتاده. فکت سوم، تلاشیه که سازنده ها با ساخت چنین تیزرایی برای ایجاد حس توهم و الغای مرگ مالک و حضورش تو فلشبک ها دارن برای ما انجام میدن، ولی حواسشون نیست که این دیالوگایی که تو تیزر استفاده شده ما تو فصل اول شنیدیمش. ولی همین که بهم میگه بابا برام بس، ولی همین که بهم میگه بابا برام بس. فکت چهارم، یه تیزر تبلیغاتی دیگه است که از سریال اومده بیرون و ما داریم یه جنازه رو میبینیم که دور تا دورش رو نوار کشیدن. حالا اتفاقی که افتاده اینه که اگه دقت کنید چاقویی که کنارشه چاقوی میوه خوریه. این چاقوه با چاقویی که دستهانی توسلی یعنی منصوره بود متفاوته. آقا جان نکنید، اینا هیجان فیکه، بی خیال بشید. ما نباید توقع اینو داشته باشیم که مثل فصل اول از هر قسمت مثلا 1 ساعته 50 دقیقه مالک رو ببینیم. حالا میگی چرا؟ میگم به در ادامه. فقط به اینم فکر کنید که من 4 تا فکت گفتم از اینکه مالک در سکانس پایانی فصل اول زنده باشه. خب یعنی در فصل دوم ببینیمش. حالا اینکه اگر بمیره تو این فصل رو نمیدونم و 1% احتمال بدین که در همون سکانس پایانی واقعا مرده باشه، ما تو فصل دوم مثلا فلش بک ببینیمش یا در رویای میسم ببینیمش، که اتفاقا همین موقعیت رو تو قسمت اول میبینیم. یعنی پیش بینی اینه که تو قسمت اول به هیچ عنوان مالک رو نشونمون نمیده، احتمالا میره برای قسمت دوم، پایان قسمت دوم، و تو قسمت اول ما یه جایی میزنیم به سکانس خواب میسم، همون تیزری که اومده بیرون. از اینجا به بعد با پذیرش زنده بودن مالک میریم تو دل تئوریا. اول یه سوال مهم، کی مالک رو نجات داده؟ دوتا جواب دارم، اولی خیلی ساده و سطحیه اما دومی بمبه. جواب اول، کیمیا. ببین هم 2 سال پیش هم 50 روز گذشته که اومدم یه ویدیو در مورد پیشبینی فصل دوم ساختم، بهتون گفتم کسی که مالک رو نجات داده کیمیاست. دلیلش چی بود؟ 1، یه علاقه نسبت به مالک داره. 2، با توجه به قسمت آخر یه احساس دینی بهش پیدا کرده. و مهمتر از همه اینا و دلیل سوم، احتمال داره که از طرف کسی دستور گرفته باشه. پس بدون اینکه کسی بدونه و به کسی بگه، احتمال داره که فقط سمیرا بدونه یا به سمیرا خودش بره بگه، سعی میکنه که مالک رو نجات بده، ازش مراقبت کنه و در موقعی ازش رونمایی کنه که هم من مخاطب هم کاراکترهای داخل سریال همه غافلگیر بشن. این از تئوری اول. اما قبول دارید دیگه خیلی سطحیه، یعنی هر کسی به ذهنش میرسه همچین چیزی، ولی ما میخوایم توقعمون از مهتویان که یه فیلمساز استاندارده و 4 تا نویسنده‌ای که اومدن همه ذهنشون گذاشتن وسط برای اینکه یه کار خوب بسازن ببریم بالاتر. پس لازمه که برای شنیدن تئوری دوم اول یه سری دیتای پیش نیاز بهتون بگم که بعد برسیم به تئوری دوم. شروع کنید. دقت کنید قسمت اول چطوری شروع میشه. احتمالاً با توجه به اون گریمی که داریم از میسم میبینیم، من فکر میکنم یه جامپ زمانی داریم که همه فکر میکنن مالک یا مرده یا گم شده و از اون طرف میسم پشت میز ریاسته و الان همه کار است. اما با توجه به دیالوگی که میسم به سمیرا میگه توی تیزرا، یه نتیجه گیری باید بکنیم. گوش بدین اول. داریم همه چیمونو میدیم به اینا. بابا اگه بود 1000 سال این کارو نمیکرد. الان نیست. حالا نتیجه چیه؟ احتمالا میسم و سمیرا
قراره که یه توافقی بکنن با ریز آبادی. اما به روز توافق که نزدیک میشیم یه دفعه سر و کله پلیس پیداش میشه. پس منصوره به خاطر اینکه هانیه توسلی اصلا تو سریال بازی نمیکنه از ایران کلا میره و از اون طرف ناصری میمونه که احتمالاً خودشو گم و گور میکنه. فعلا چند وقتی میبینیمش اما دست کسی بهش نمیرسه. حالا چرا میگم پلیس؟ برگردیم به فصل اول، آخرین دیالوگی که مالک به پسرش میثم میگه. کاری به ریز آبادی ها نداشته باش. مدارکشون رو دادن پلیس، کارشون تمومه. پس در ادامه میثم همچنان نفر اول هلدینگ ریز آبادی میمونه. اما کاری که قراره انجام بده چیه؟ قراره که انتقام پدرش رو بگیره. از کی؟ از آدمایی که تنهاش گذاشتن، از آدمایی که بهش نارو زدن. در وهله اول میتونه ریز آبادی ها باشه، در وهله های بعدی مثلا دستمالچی که توی قسمت آخر خود مالک به میثم میگه آقا گوشی منو دیگه جواب نمیده. و از اون طرف هم یه تیزر داریم که سید جواد هاشمی میگه آقا منو تنها نذار، نکن این کارو با من. من همون کسی هم که بابات میگفت هر وقت گیر کردی میری سراغش. احتمالاً میثم یا دست به قتل میزنه یا قدرت اینا رو ازشون میگیره و این رویه قراره که ادامه داشته باشه. دیتای بعدی و کاراکتر جایی که تو فصل دوم داریم طلوعیه. ما بالاخره طلوعی رو قراره ببینیم. 50 روز پیش هم بهتون گفته بودم که طلوعی رو قراره کامبیز دیرباز بازی کنه، یعنی پیش بینی کرده بودم و خب الانم که درست در اومد. اما طلوعی کیه؟ طلوعی یه آدم به شدت کله گنده و با نفوذه که میتونه سمتی داشته باشه، مثلا چه میدونم تو نفت و گاز باشه، میدونی یه همچین کارهایی انجام بده. و چون آدم با نفوذ و سمت داریه هیچ شرکت خصوصی نمیتونه به نام خودش باشه، پس به نام آدمهای دیگه امثال ریز آبادیا و آدمهای دیگه میکنه و از بالا نظارت داره به اینا. همین حرف منو دیالوگ مهران غفوریان تو تیزر معرفیش تایید میکنه. اصلا همه چی مال طلوعیه، به نامش نیست ولی مال اونه. اما سوال بعدی اینه که آقا خود مهران غفوریان کیه؟ رضا شفاعت که احتمالاً از سر و وضعش که داریم میبینیم و ارتباط نزدیکی که با طلوعی داره، من احساس میکنم یکی از اعضای هیئت مدیره و سهامدارای بزرگ این هلدینگ است، این مدلی. ولی سوال مهمتر از این اینه که چرا محمد حسین مهدویان بالاخره راضی شده که طلوعی رو به ما نشون بده؟ 3 تا دلیل من پیدا کردم که به ترتیب این دلیلا مهمتر میشه. دلیل اول، طلوعی از قصد خواست که ناصر برگرده ایران، برای همین به منصور کمک کرد چون میخواست که توی ایران گیرش بندازه. دلیلش هم میتونه مثلا اون خلاف مواد مخدری باشه که هم طلوعی باش مشکل داشته، هم پدر ناصر یعنی همون حاجمون تو قسمت‌های اول اصلا مخالف این قضیه بود. حالا فکتم برای دلیل اول همون تیزر معرفی ناصره که داریم میبینیم، داره میگه آقا من هر چه زنگ میزنم به این طلوعی جوابمو نمیده، یعنی من اووردمت ولی اینجا میخوام همینجا ادبت کنم، نمیذارم بری. سلام چه خبر؟ این طلوعی چه جواب منو نمیده؟ دلیل دومی که طلوعی رو نشون میده چیه؟ رسیدن به هدف اصلی طلوعی، یعنی حذف شرکا از هلدینگ. چرا این حرفو میزنم؟ یا باید بریم سراغ تیزر معرفی کاراکتر کیمیا و بشنویم از این دیالوگش. تو اون قرارداد فقط طلوعی بازی کرد. همه این بازیارا هم راه انداخته شرکا دونه بدونه همدیگر از سر را بردارن، هلدینگ برسه به دست وراثشون که جوونن و بی تجربه. و اما دلیل سومی که طلوعی رو به ما نشون میده، ببین چرا میاد یه آدمی که پشت پرده است میاردش جلوی پرده و قراره که ما اونو ببینیم؟ به این دلیل که یک نفری باید جلوی این آدم قد علم کنه. متوجه شدین؟ یعنی طلوعی یه چیز غیر منتظره ای رو دیده یا شنیده و قراره که ورود کنه. اصلا همین دیالوگ هم داریم. رفتنتون به هلدینگ ریز آبادیا قطعیه، باید ورود کنم. حالا که 3 تا دلیل رو شنیدیم بیام یه 2-4 تا کنیم. آقا الان در بین تیزرهایی که از فصل دوم اومده بیرون مهمترینش یا مهمترین دیالوگی که شنیدیم چی بوده؟ دیالوگ کیمیا بوده. خب سوال مهمتر اینه که کیمیا این اطلاعات از کجا داشته؟ کیمیا مگه کیه؟ جواب، کیمیا آدم طلوعی بوده. پس با نقشه قبلی وارد دفتر حاج مظفر میشه و بعد کم کم به ذهن مالک نزدیک میشه و الان هم احتمالاً طلوعی رو دور زده. آقا بیایم دقت کنیم که این دیالوگ کیمیا داره به کی گفته میشه، چون قطعاً اینا اطلاعات مهمیه و کیمیا نباید اینا رو فاش کنه. به این دلیل که احتمالاً چون طلوعی رو دور زده به خواست خودش یا مجبور شده دستور کسی دیگه ای رو قبول کنه و مالک رو نجات بده. اما
در زمان این حرفا رو میزنه که در خطر باشه. الانم در خطره، کسی جلوش نشسته که میخواد این اطلاعات رو به دست بیاره. و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون آدمه کسی که میخواد همه اطلاعات رو یکی کنه، حتی جلوی طلوعی بیسته و یه چیزی مثل قدرت رو به دست بیاره. حالا اون آدمه کیه؟ با توجه به فصل اول، تنها کاراکتری که تمام این شخصیت رو میتونه داشته باشه کسی نیست جز خب همین جای ویدیو بریم سراغ تئوری دوم که اگر مهدویان رفته باشه سراغش، قطعا سریال به نسبت فصل اول چند پله میافته جلو و مثل بوم میتره کنه، چون فکر میکنم همه دنبال همچین چیزی میتونن باشن. و اگر هم نرفت بیایم یه هماهنگی بکنیم باهاش و بریم فصل سوم بسازیم خودمون. و رسیدیم به تئوری دوم. اصلا چجوری شد که من رسیدم به تئوری دوم؟ چون 50 روز پیشم گفتم آقا کیمیا نجاتش داده، ولی اومدم با خودم فکر کردم که باید یه آلترناتیوی داشته باشیم که اگر ناجی مال کیمیا نبود کی میتونه باشه. تنها آلترناتیوش از دید من کاراکتر جدیدی که تو فصل دوم اضافه شده. حسن بهم میگه که سیما خودخواسته این کارو انجام نداده و با دستور کسی دیگه ای رفته سراغ مالک. حالا دستور کی؟ سمیرا. چرا؟ فکت دارم براش، بهتون میگم گوش بدین. سمیرا تو فصل اولم تنها کسی بود که همچین قابلیتی رو داشت، یعنی به پا میذاشت برای مالک. ما دیده بودیم اول یه موتوری دنبال مالک بود که از رابطه مالک و منصوره به سمیرا گفت، و در ادامه کیمیا شد به پای مالک، یه سری اطلاعاتو به سمیرا گفت. و احتمال داره که در پایان فصل اول، اونجایی که دیگه یه کوچولو از نظر روانی به هم ریخته بود، بیاد بره سراغ سیما که نمیدونم، خیلی نزدیک اسمشون، میتونیم به این فکت مثلا شاید اکتفا کنیم که چون اسمشون نزدیکه مثلا خواهر باشن. ولی اگر هم خواهر نباشن، یا باید دوستی، رفیقی، فامیلی نزدیک باشن به هم دیگه، که رفته سراغ اون و گفته که تو باید مراقب مالک باشی و اونجا هم نجاتش میده، یه همچین چیزی. پس نتیجه گرفتیم که تئوری دوم میشه زخم کاری که قرار سمیرا بزنه. حالا چرا سمیرا؟ ببین با توجه به فصل اول، سمیرا خیلی سیاستمداره، شخصیت برنامه ریزی داره، هدفمند عمل میکنه و اونقدر زرنگ بود که در گذشته زمانی که با هاجمو بود یه سری اطلاعات از طلوعی به دست آورده باشه و کل فصل اول تصمیم گرفت که به پول برسه و حالا تو فصل دوم تصمیمش اینه که قدرت رو به دست بیاره. پس هدف سمیرا زمین زدن طلوعی، یعنی کسی که قرار جلوی طلوعی بیسته سمیراست. اما چطوری باید این کارو بکنه؟ در وهله اول تمام ریزابادی ها رو باید حذف کنه، از ناصر، منصوره و میرلوهی. قدم دوم تثبیت مدیریت میثم تو هیئت مدیره. و قدم سوم با کمک میثم، شاید سیما، کیمیا و هر کس دیگه ای، قراره که یه سری مدارک جمع آوری کنه بر علیه طلوعی و کم کم اونو بی آبرو کنه و در نهایت هم قدرت رو از اون بگیره. برای فصل دوم امیدوارم که خط اصلی داستانی همین تئوری دومی باشه که بهتون گفتم، یعنی تقابل طلوعی و سمیرا، چون اگر جز این باشه به شدت داستان سطحی میشه، مگر اینکه یه چیز بمب دیگه ای رو کرده باشن. چون دقت کنید اگه سمیرا نباشه کی دیگه میتونه باشه؟ منصوره که حذف شد، ناصرم که اصلا ضعیف‌تر از این حرفاست که بخواد کاری بکنه، کیمیا هم که هر چی باشه باید آدم کسی باشه، سیما به نظرم نمیخوره که بتونه تک نفر کاری انجام بده، باید با کسی باشه. پس وقتی طلوعی داره تو فصل دوم وارد میشه، یعنی یه کسی جلوش وایساده، همه اینا به امید داره که یک نفر باید قوی باشه که بتونه این کارو بکنه و اون آدم قوی کسی نیست جز سمیرا. همین. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا کار دیدید. حتما نظرتون در مورد این که فصل دوم با چه خط داستانی قرار شروع بشه و تموم بشه برام کامنت کنید. تکرار کنید. حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون پیروزی گره.